بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تحت کنترل طالبان می گوید که این وزارت طرح مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان را نهایی کرده است. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان این موضوع را در گفتگویی که از یک تلویزیون خصوصی نشر شد بیان کرد. سرپرست وزارت مخابرات طالبان در مورد زمان دقیق اجرایی شدن این طرح معلوماتی ارائه نکرده است. علی گرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های ترکیه 48 نفر را به داشتن ارتباط با داعش و همچنین ارتباط با تیراندازی به یک کلیسا در استانبول که در ژانویه رخ داد دستگیر کردند. در جریان حمله 28 ژانویه 2024، دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا در استانبول، یک شهروند ترکیه، کشته شد. به گفته وزیر کشور ترکیه، هر دو مظنون از اتباع خارجی هستند که دستگیر شدند. یکی از مهاجمان تبعی تاجیکستان و دیگری از روسیه و هر دو عضو گروه سنی‌های تندروی داعش هستند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات علیه گروه سنی‌های تندروی داعش را تشدید کرده است. مطالعات جدید حاکی از آن است که تعداد مردان مبتلا به سرطان پروستاد در سراسر جهان تا سال 2040 میلادی دو برابر می‌شود و به رقم 2.9 میلیون نفر در سال می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که مرگ و میر سالانه ناشی از این بیماری نیز 85% افزایش یابد. سرطان پروستات در حال حاضر یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی مردان، همچنین شایع‌ترین نوع سرطان مردانه در بیش از 100 کشور جهان است. رسانه‌های محلی روز شنبه اعلام کردند که بیش از 1100 مهاجر و پناهنده از جمله 121 کودک بدون همراه در طول 24 ساعت گذشته در سواحل جنوبی ایتالیا نجات یافتند. خبرگزاری آنسا هم گزارش داد که نجات یافتگان عمدتاً بنگالی‌ها، مصری‌ها و اتباع سوری و فلسطینی بودند که در طول 24 ساعت گذشته به بنادر مختلف سیسیل از جمله بنادر پانتلریا، مارتیمور و مازارا دل والو رسیدند. تحلیلگران معتقدند که بهبود شرایط آب و هوایی و دریا در چند روز اخیر باعث افزایش ورود مهاجران از طریق دریا به جنوب ایتالیا شدند.